کافی یه ثبت نام ساده انجام بدید و 2 سنت دریافت کنید، یا یه کانال یوتیوبی رو ساب کنید و 1 سنت دریافت کنید. به این فعالیت ها بچه ها میگن میکرو تسک، و تو این دوره کوتاه میخوام از ثبت نام گرفته تا انجام تسک ها، برداشت پول به دلار و حتی تبدیلش به تومن، اوکی، همه رو میخوام بهتون آموزش بدم. خودمون 4.75 دلار از این سیستم، از این روش برداشت داشتیم و حتی به تومن هم تبدیلش کردیم. اگه مبتدی هستید و تا به امروز تجربه درآمد دلاری رو نداشتید، این دوره کوتاه میتونه راهنمای خوبی برای کسب اولین تجربه درآمد دلاری از اینترنت برای شما باشه. شما با این آموزش ثروتمند نمیشی، اما با کمی تلاش پول تو جیبی خوبی میشه ازش ساخت. مخصوصا یک نوجوان میتونه با وقت کم بازار خوبی رو خلق بکنه. پیشنهاد میکنم که این دوره ارزشمند رو از دست ندید. سایت های میکرو تسک بچه ها سایت هایی هستن که به شما اجازه میدن با انجام کارهای کوچیک و ساده درآمد کسب کنید. این کارها عموما شامل مثلا حل کپچا میشه، ثبت نام تو سایت ها، مشاهده تبلیغات، پاسخ به نظرسنجی ها یا سوروی، نوشتن نظرات، نصب بازی یا نرم افزار و ترجمه و تایپ و این کارها. به عنوان مثال وبسایت وایسین یکی از وبسایت های بسیار معتبر حوزه میکرو تسک تو سطح جهانیه. ببینید میکرو بچه ها یعنی میکروسکوپی دیگه، یعنی کوچیک، و تسک هم یعنی وظیفه. پس میکرو تسک که داریم تکرارش میکنیم یعنی وظایف کوچیک، سایت هایی که وظیفه کوچیک بهمون میدن برای انجام، مثل وایسین. دیگه بچه ها میکرو ورکرز مثلا، این هم یه وبسایت معروف دیگه است تو حوزه میکرو تسک. میکرو ورکرز تو سال 2010 توسط دوتا کارآفرین امریکایی به اسم مایکل دن و دانیل ون تأسیس شده. این یه بازار آنلاین بچه ها برای کارهای کوچیک و ساده است که به کاربرا اجازه میده با انجام این کارها، با انجام کارهای کوچیک کسب درآمد کنن. مجموع از این دست زیاده، مثل مثلا remotetask.com، این هم خیلی معروفه. اما مشکل بزرگی که هستش اینه که خیلی از این سایت ها چه کشور ما رو تحریم کردن. ممکنه شما با VPN بتونید حتی ثبت نام اولیه انجام بدید، اما موقع برداشت پولت اونجا خیرت رو میگیرن، یعنی بنت میکنن. این بین اگه نظر شخصی من رو بخواید، به نظرم وبسایتی مثل SEO Sprint میتونه بهترین گزینه برای ما باشه با توجه به شرایط ما، چون یه وبسایت روسی SEO Sprint و سختگیریش نسبت به بقیه حالا کمتره. وبسایت معتبریه واقعا و چندین و چند ساله که داره کار میکنه. مخاطبینش هم اکثرا از کشورهایی مثل ماست. ما هستیم، پاکستان هستش، هند هستش. اوکی، تا الان بچه‌ها من ندیدم که کسی رو بخواد بم بکنن، ایرانی‌ها رو حالا بم بکنه یا اجازه ثبت نام نده. تو این دوره کوتاه قصد دارم از 0 تا 100 کار با SEO Sprint و همچنین نحوه برداشت پول و حتی تبدیلش به تومان، اوکی، در خصوص اینا میخوام صحبت بکنم و آموزش مفصلی در پیش داریم. در ابتدا از ثبت نام و انجام تسک ساده مثل ثبت نام حالا توی وبسایتی همچین چیزهایی شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حالا تسکای حرفه‌ای‌تر، پیشرفته‌تر و مراحل بالاتر دیگه. شروع میکنیم. خب اولین کاری که میکنیم وارد وبسایت seosprint.net میشیم. زبان وبسایت بچه‌ها تو شروع کار روسیه. من حالا انگلیسیش کردم به صورت پیش‌فرض، شما میتونید سر فارسی قرار بدی یا انگلیسی کنی. اوکی، با گوشی هم میشه به راحتی این کار رو انجام داد. رو گزینه وارد حساب شدن کلیک میکنم و اینجا با جیمیلم یا اکانت میسازم یا با اکانتم وصل میشم. اوکی، دست چپ بچه‌ها یک سری منوها وجود داره، اصلا نمیخوام گیجتون کنم. از همین منو اینکام شروع میکنیم. اوکی، درآمد هم اینجاست. اینجا یک سری تسکا داده، یک سری وظایف مشخص کرده. اینم میتونم دوباره فارسی کنم واسهتون که همینشو بخونید و قابل درک باشه. ببینید این وظایف بچه‌ها هر کدوم توی کاتگوری هستن، توی دسته‌ای هستن. مثلا این الان وظیفه‌ای هستش که هم با ثبت نام انجام بدید و هم فعالیتی، یعنی توی یک وبسایت ثبت نام انجام میدی و بعد یه فعالیتی هم ازت میخواد. من دنبال دسته‌ای هستم که فقط یه ثبت نام ابتدایی تو وبسایت ازم بخواد، دیگه اضافه کاری نباشه. به عنوان اولین تجربه فکر می‌کنم راحت‌ترین کار واسهتون همین باید باشه. آروم آروم تمرین می‌کنیم، حالا تسکای پیچیده‌تری رو هم در آینده حل می‌کنیم. ببینید مثلا این الان یه نمونه فقط ثبت نام نوشته. یه وبسایت داده میگه ثبت نام بکن. حالا دلیلشو بهتون میگم چرا صاحب این تسک ثبت نام از شما می‌خواد. 2 سنت پرداخت میکنه برای ثبت نام شما. تو این قسمت بچه‌ها ببینید، واسه اینو من فارسی کنم ببینم این پایینی میتونه ترجمه کنه. این قسمت رو درست نتونست ترجمه کنه. خب مجدد انگلیسیش میکنم.
این قسمت از قسمتی هستش که دستور عمل رو نوشته. من اینو ترجمه کنم روسیه. میخوام ترجمه کنم به فارسی ببینم که چی میگه اصلا بهمون. میگه که با استفاده از این لینک شما ثبت نام انجام بده و کد ارجاعت هم باید این باشه. اوکی باشه. دیگه ببینم چی میخواد. باز بچه‌ها پایین‌تر از این یه چیز دیگه هم گفته که وقتی کارو انجام دادی حالا چیکار کن؟ اینو کپی میکنم ببینم از ما چی میخواد. کپی مجدد تو گوگل ترنسلیت. پیست. میگه تصویری از صفحه که نشان میده شما ثبت نام کردی. اوکی. چیز پیچیده‌ای نیست. هم میتونم این لینکو بچه‌ها کپی کنم همینجا. هم میتونم وارد تاسک بشم و اینجا هم لینکو داده دیگه. روی این کلیک میکنم. وارد سایتی میشم که خودش خواسته. اینجا ثبت نام انجام بدم. روی این گزینه کلیک میکنم. میگه ایمیلش رو بنویس. اوکی. این ایمیلم. اینوایت کدم اینجا خودش اتومات آورده بچه‌ها. ببینید این همین اینوایت کدیه که اینجا خودش گفته. CMG.CX. اوکی. این دقیقاً اینجا نوشته شده به صورت اتومات. خب روی نکست کلیک میکنم. ارور دریافت میکنیم بچه‌ها، یه نوتیفیکیشن اومده. ببینید تو کارهای میکرو تاسک چون تو سایت‌های مختلف با ثبت نام می‌کنید بالاخره مشکلات مختلف پیش میاد، عموما یه همچین پیغامی رو دریافت میکنید شما. و مشکل اینجاست که همیشه شما پیغام رو نمیخونی و فقط می‌خوای ردش کنی. هیچ جور علی پیغام نباید رد بشه. من هر کاری کنم دوباره میاد. یا آی سی داره، یعنی دیدم، زب دارم که دیگه زب داره. باید بخونی حتما. اصلا اینجا الان چیز خاصی داره نمیگه. بنده خدا داره میگه که آقا تو داری از جیمیل آدرس استفاده میکنی. راست میگه، من آدرس پیش فرضم و تو اکانت جیمیلم ثبت کردم. این داره میگه که چون شرایطینه پس بیا خیلی سریعتر ثبت نام انجام بده. رو همون گوگل اکانت بخوای کلیک بکنی ثبت نام تو تکمیل شده. دیگه نمیخواد اصلا مراحل رو پیش بری. کار منو میخواد راحت تر کنه. روی گوگل اکانت کلیک میکنم و درستم گفت. ثبت نام انجام شد به همین راحتی. اوکی؟ پس یه مقدار سعی و خطا میخواد دیگه بچه‌ها، مثل هر کار دیگه ای. زود جا نزنید. خیلی ها شروع میکنن چنین کاری. من قبلا در خصوص بحث میکرو تاسک صحبت کردم. طرف شروع میکنه به همچین مشکلی برمیخوره، میبینه ارور دریافت کرده، منصرف میشه، میگه من بلد نیستم، به دردم نخورد. نه، سمج باشید، کار کنید. داستان این که چرا این بنده خدا حالا داره به ما دو سن میده، ما رو زیر مجموعه خودش کردن بچه‌ها. مثلا تصور کنید که من اصلا همین یک سال پیش اگه خاطرتون باشه یه برنامه CPA داشت، بانک گردشگری، نه خاطرتون میاد یا نه، 50,000 تومان بابت هر ثبت نام میداد. حالا من میتونستم اصلا تو سایت های مشابه این که تو مارکت فارسی هم داریم اما خیلی کم فروغن، میتونستم آگهی ثبت بکنم که آقا بیا با زیر مجموعه من ثبت نام انجام بده، من به تو 20,000 تومان پول میدم. پس من 50,000 تومان خودمو میگرفتم چون زیر مجموعه من شده بود، اونم 20 تومان دستمزد میگرفت بابت کارش. پس الان که ما تو این وبسایت ثبت نام کردیم و حالا این کسی که این تسکو تعریف کرده دو سنت داره بهمون میده، حتما خودش یک نفعی داره میبره. اوکی؟ معمولا این شکلیه. محض رضای خدا نیستش که شما زیر مجموعه کسی میشه که اون خودش داره نفع میبره. حالا چقدرشو دیگه ما نمیدونیم. پس این از این. اوکی؟ الان کافیه من از این صفحه عکس تهیه کنم دیگه. خودش گفته که آقا یه عکس بگیر واسه من بفرست. اوکی. من نرم‌افزاری دارم که روش کلیک میکنم، از صفحه هم عکس تهیه میکنه. این عکسیه که از این صفحه گرفتم، مثلا تو دسکتاپم ذخیره‌اش میکنم. بعد برمیگردم به همون تسک بچه‌ها، این پایین رو گزینه استارت کلیک میکنم. ببینید به محض اینکه رو گزینه استارت کلیک میکنید بخشی رو اینجا میاره که میگه حالا گزارشت رو بده. روی این گزینه ایمیج کلیک کنید، عکستون رو همینجا بارگذاری کنید. این عکس سندمون که ما ثبت نام کردیم، در نهایت هم سند ریپورت بچه‌ها، تموم شد. و همین راحتی شما یه تسک انجام دادی، یه ثبت نام انجام دادی و بابتش 2 سنت دریافت میکنید. اینجا هم نوشته که حالا ممنونم. بذار فارسیش کنم بهتون نشون بدم. نوشته با تشکر گزارش پذیرفته شد، حالا باید منتظر بمونی تا کارفرما بررسی کنه. یعنی بچه‌ها تو سایت های میکرو تاسک وقتی شما وظیفه ای رو انجام میدی، خب این وظیفه توسط کارفرما تعیین شده دیگه. یه بابای اومده پول داده که شما ثبت نام انجام بدی، اون باید بیاد ببینه و تایید کنه. ممکنه شما بخوای سر اون رو شیره بمالی. اوکی، تو منوی در حال بررسی شما حالا این تاسک رو داری که طرف باید بیاد بررسی کنه. آخرین زمان بررسیش هم عموما 3-4 روز بعد این که شما تسک رو ثبت میکنی. اگه بررسی نکنه کارفرما، خود سایت به صورت اتومات پول رو بهتون میده. بچه‌ها پیشنهاد میکنم فعلا برای شروع کار سراغ تسک های مربوط به ثبت نام تو وبسایت ها و سرویس های مختلف برید، چون تسک های آسونی هستش. تمرین کنید، اصلا ببینید این کار با روحیاتتون میخوره، به درد میخوره، نمیخوره. کار اینجوریه که حتی ثبت نام استادم چون از داخل ایران داریم فعالیت میکنیم و خیلی تحریم ها زیاده، ممکنه حتی ثبت نام استادم خیلی پیچیده بشه. در خیلی از مواقع هم خیلی روتین ردش میکنید و مشکلی نیستش. بالاخره کار با دستتون بیاد دیگه، هر کاری تمرین میخواد. این رو بدونید که واقعا با روزی چند ساعت کار کردن به راحتی از این سیستم ها میشه 2 تا 5 دلار به دست آورد. و من جلوتر حتی راههایی رو بهتون یاد میدم که درآمد بیشتری رو بتونید ایجاد بکنید.
اما باید با کار آشنا بشید. حالا ما مرحله مرحله پیش میریم، قسمت بعد رو اختصاص میدم به انجام تسکایی مثل نصب مثلا بازی موبایل، نصب نرم افزار، اوکی اینها رو بهتون یاد میدم، یا دیدن ویدیوهای یوتیوب، عضویت تو کانال‌های تلگرامی، اینها تسکایی به نسبت آسونی هستن. سراغ اینا میریم تا برسیم به برداشت و این حرفا. این جلسه رو استارت میزنیم. تو قسمت پیش بهتون یاد دادم که چطور از طریق سئو اسپرینت میتونید با ثبت نام تو سایت هایی که کار فرما مشخص میکنه پول در بیارید. این رو بدونید که عموما فعالیت اصلا ثبت نام تو سایت کمترین درآمد رو تو این مجموعه ها داره، یعنی تسک کم اصلا عموما تو این حوزه، اما برای شروع و یادگیری واقعا گزینه خوبی بود چون خیلی آسونه. تو این جلسه میخوایم بیشتر یاد بگیریم و تسک های بیشتر و متنوعتری رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب واسه کسایی که فقط دیوایس موبایل دارن و کامپیوتر ندارن، میخوام این بار با موبایل اصلا یه تسکی رو انجام بدم و بهتون نشون بدم که اصلا فرقی نداره چه از دید موبایل بخواید کار رو انجام بدید چه کامپیوتر، هر دوتا یکیه. این وبسایت سئو اسپرینت تو گوگل سرچ کردم، اسمش رو sewsprint.net آدرس وبسایتشه. روی لاگین کلیک میکنم بچه‌ها تا بخوام با اکانتم وصل بشم. این پایین یه علامت جی داریم که میگه با اکانت جیمیلت وصل شو. با اکانت جیمیلم وصل شدم. این صفحه اصلی نرم افزاره. قسمتی که میتونیم تسک ها رو انجام بدیم، قسمت اینکام هستش دست چپ، درآمد یعنی. خب بیاید بچه‌ها یه تسک دیگه حالا تو کاتگوری مثلا موبایل اپ، نرم افزار موبایل میخوایم نصب بکنیم. ما که اون بالا الان من یه دونه دیدم تو کاتگوری موبایل اپ بود، همین الان موبایل اپه که میگه از گوگل پلی نرم افزار منو دانلود کن، روش کلیک میکنم بعد شما وارد تسک میشم. اینا هم تسکای هستش که میتونید به راحتی انجامش بدید و پیچیدگی ندارن. ببینید در حال حاضر اینجا نوشته که 44,000 نفر این کارو انجام دادن و این یارو پرداختی داشته، 64 نفرشون ریجکت کرده یعنی پول بهشون نداده، حالا بنا به چه دلیلی نمیدونیم، و 15 نفر هم همین الان سر کارن، یعنی این کارو دارن انجام میدن. خب بیاید ببینیم ازمون چی میخواد بچه‌ها. قسمت تسک دیسکریپشن رو ترجمه کنیم دیگه، مربوط میشه به قسمت پیش. تسک دیسکریپشن یعنی شرح وظیفه، میخواد بگه آقا شما چی کار انجام بدی، اصلا وظیفت چیه. خب این قسمت رو کپی میکنم، یه تب جدید باز میکنم داخل مرورگر خودم، میخوام وارد گوگل ترنسلیت بشم، مینویسم ترنسلیت، این از این، اینجا زبان رو روی روسی یا حالا دتک لنگویج انتخاب میکنم، بعد متن رو بهش میدم، خودش تشخیص میده که روسیه. اوکی دست راستم فارسیش. شرح وظیفه چیه؟ میگه یه اپلیکیشن به اسم وایس چنجر رو نصب بکن، 25 مگ نصب بکن و دانلود کن. از کجا؟ از خود گوگل پلی. اوکی مشکلی نداره. بعدش میگه بعد اینکه نصب کردی 3 روز بعد الان میتونی حذف بکنی، نظر بدید، یک بررسی در مورد برنامه بنویسید. اوکی معنی دار باشه. اون چه میخوای گزارش بدی اسکرین شات باشه از نظری که نوشتی و برنامه نصب شده. باشه بیاید این کار انجام بدیم. چیز پیچیده‌ای نیست. یک نرم افزار میگه نصب بکن، یه نظر بده و عکس بگیر از اینکه نرم افزار من نصب شده دارم و همچنین اینم نظرمه. باشه. روی استارت کلیک میکنم. به محض اینکه روی استارت کلیک میکنیم ما رو وارد حالا گوگل پلی میکنه تا نرم افزار رو دانلود بکنیم. این نرم افزاری که مد نظرشون بود. رو قسمت اینستال کلیک میکنم. اوکی. و شروع میکنم به نصب کردن. خب تموم شد. الان نرم افزار رو بچه‌ها اوپن میکنم تا نرم افزار باز بشه. بعد از محیط نرم افزار تصویر تهیه کنم. در ابتدا بهم میگه که باید به حالا کیف پول، آره میگه یه پیمنت باید به گوگل پلی اضافه کنی، که من نمیخوام این کار انجام بدم، ما اصلا پیمنتی نداریم که بخوایم اضافه کنیم. گزینه بک رو میزنم که این صفحه رو ببندم. خب این محیط نرم افزار، طرف همین رو از ما میخواست. از این محیطی عکس میگیرم، این اولین عکسم. حالا اتومات خودش پیغامی رو آورد که میخوای نظر بدی، من میگم آره مثلا 5 ستاره میدم و تو گوگل پلی هم باید این نظر رو ثبت بکنم. باید بنویسم که نرم افزار خوبی و اینجور حرفا دیگه. اینجا میتونم مثلا یه ریت 5 ستاره بهش بدم و بعد یه متن واسش بنویسم. خودش گفته که یک متن معنادار بنویسید مثلا در خصوص این نرم افزار. من دارم بنویسم این نرم افزار وایس چنجر خوبی بود. خیلی از نرم افزارهایی که شما دانلود میکنی یا نظراتی که میبینی خیلی از جاها این شکلی هستن جمع‌آوری شده، یعنی شخصی اومده تو سایت های میکرو تسک، تسک رو ثبت کرده، یه تسک کوچیک مبنی بر اینکه مثلا برای من نظر بذار، یا
یا نرم افزار من رو دانلود بکن. این واسه اینه که این بخواد نشون بده که نظرات زیادی داره این نرم افزار، همه راضی هم و مثلا فلان قدرم نصب شده دیگه. دلیلش اینه، واسه همین داره اصلا پول میده به شما. خب تصاویرم آماده است بچه ها، مجدد وارد تسک میشم. الان این پایین قسمتی رو دارم که میتونم تصاویر رو بهش بدم. اینجا کافیه تو این باکس متنی پایین رو قسمت ایمیج کلیک کنید، تصاویر رو بهش بدید، در نهایت هم روی سند ریپورت یعنی ارسال گزارش. توی دسکتاپ هم همین کار انجام داده بودیم دیگه. خب گزارش هم ارسال شد. اینجا نوشته که کارت رو به درستی انجام دادی، منتظر بمون تا کارفرما بررسی. خب تا اینجای کار من 2 سنت از تسکای قبلی کسب کردم، یعنی تو کیف پولم دارم، و 2 تا تسکم انجام دادم که منتظر تاییده. یه تسکو که همین الان انجام دادیم نصب نرم افزار، یه چیز دیگه هم شبیه به همون نصب بازی بود من انجام دادم و اونم 3 سنت میخواد بهم بده. این تا اینجای کار. جلسه بعد رو اختصاص میدم به انجام تسکای بیشتر که بیشتر بیشتر با حال هوای این پلتفرم و تسکای مختلفی که داره، وظایف مختلفی که داره آشنا بشید. با من همراه باشید. خب بریم بچه ها توی مثلا کاتگوری یا دسته کانال‌های یوتیوبی. اینا هم تسکای آسونی هستند. ببینید اگه روی این ذره بین کلیک کنید میتونید فیلتر بدید، مثلا بگید که فقط تسکای مربوط به موبایل اپ رو سم بیار یا یوتیوب رو سم بیار. حالا من یوتیوب رو انتخاب میکنم و بعد اپلای، فقط تسکای یوتیوب لیست شده. در واقع چیزی در حدود $3.57 نزدیک $4 اینجا تسک هستش که مربوط به یوتیوب هستش، دیدن ویدیوهای یوتیوبی، سابسکرایب کردن کانالشون، این حرفا. مثلا بیاید یکی رو انتخاب بکنیم، یعنی به نظرم بد نیست. این رو انتخاب میکنم، ببینید به 15508 نفر تا الان پول داده، 59 نفر ریجکت کرده و 120 نفر هم همین الان دارن این کار رو انجام میدن. ما الان بیاییم میشیم 121. خب ببینیم چی میگه. دیسکریپشن رو کپی میکنم داخل گوگل ترنسلیت، پیست. اوکی، زبان روسی به فارسی، اینم فارسی. ببینیم چی میگه. میگه که یه اشتراک ساده میخوام، پرداخت فوری هم دارم. باش به کانال یوتیوب فلان برید، عضویت در کانال به شدت عدم خروج بررسی میشه در صورت تخلف، مجرین من باید الوبل بکنه. اینا دیگه چرت و پرت، شما خارج هم بشه اون اصلا نمیفهمه. من خودم کانال یوتیوبی دارم دیگه، کسی اگه بخواد آن ساب بکنه من چطور میتونم بفهمم اصلا؟ ولی شما رو یکی دو رو تا وقتی که پولو نگرفتی آن ساب نکن. میگه هزینه کارو 24 ساعت بعد پرداخت میکنم. باش بریم ببینیم که چیکار میشه کرد دیگه. وارد تسک میشم و روی لینک یوتیوبی که داده کلیک میکنم که مربوط به کانالش میشه. ببینم کی هستن. ببینید به همین صورت 35,000 تا ساب جمع کرده، فقط 15,000 تاش پولی بوده. یک یوتیوبر روسی هست. من جالب این شکلی داره ساب جمع میکنه با هزینه خیلی کم. خب رو سابسکرایب کلیک میکنیم، سابسکرایب شدیم. الان هم باید از صفحه عکس تهیه کنم دیگه که بهش بدم. من یک افسونه ای دارم که به راحتی از صفحه هم تصویر تهیه میکنه. این تصویر وارد تسک میشم، رو گزینه استارت کلیک میکنم. خب منو وارد کار یوتیوبی کرد که حالا ما سابسکرایبش کردیم. مجدد وارد تسک میشم، این پایین فضا رو سم آورده. روی این علامت کلیک میکنم، علامت حالا ایمیج، و تصویر رو اصلا من سیف نگرفتم متاسفانه. اجازه بدید تصویری که تهیه کردیم رو سیف بگیرم. این تصویر از ساب شدنمون، این از این سیف. تصویر رو ذخیره کردم، حالا تصویر رو بهش میدم. با این گزینه تصویر رو انتخاب میکنم، سند یکی نشون میده ما سابش کردیم، اونجا نوشته دیگه ساب شده، و بعد سند ریپورت. اوکی، این تسک هم به راحتی انجام شد. پس تسکای مربوط به مثلا کانال یوتیوبی هم میتونید انجام بدید، واقعا مثلا پیچیده نیستن و مشکل ایجاد نمیکنن. دیگه چیکار میشه کرد؟ تسکای مربوط به مثلا تلگرام. ببینید یک بار دیگه با این گزینه ذره بین من فیلتر رو این بار تعیین میکنم روی تلگرام. اوکی، فقط میخوام تسک های تلگرام رو واسم بیاره. اینم چیزیه که میتونید به راحتی انجامش بدید. مثلا بیاید یکی از تسک هایی که حالا ستاره خوبی داره و پرداختی زیادی داشته رو انتخاب بکنیم. این تسک بد نیست، روش کلیک میکنم. خب میخواد 2 سنت بچه ها پرداخت کنه و پایین ترش هم تسک دیسکریپشن داره، یعنی شرح وظیفه. من کپی میکنم ببینم چی میگه، چرا طولانی شرحش. داخل گوگل ترنسلیت، این از این، زبان روسی به فارسی. میگه تو کانال تلگرامی فلان مشترک شو و
تعداد پست ها رو از 19 دسامبر 2023 تا 12 ژانویه 2024 بشمار. جالبه. میگه در میان پست ها از 19 دسامبر حالا تا 12 ژانویه، خود 12 ژانویه هم باید شمارش بشه. باشه؟ میگه این گزارش رو مثلا به اضافه نام مستعارت بفرست. تاکید میکنه که اسکرین شات نیازی نیست، فقط نام مستعار. میگه هر گونه واکنش هم خواستی پست ها میتونی اضافه کنی، کل کارت هم یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. همه گزارش ها بررسی میشه، اگه زمان بررسی گزارش نام مستعار شما در لیست نباشه کار انجام ندی. بس گزارش رو بدون مقدار صحیح و نام مستعار ارسال نکنید، اسکرین شات ارسال نکنید. اگه قبلا تو کانال عضو شدید مشکلی نیست، میتونید کار انجام بدید، نیازی به اسکرین شات نیست. بدون اسکرین شات فقط مجموعه پست ها. یه مثال واسهتون زده، مثلا مجموعه پست ها اینقدر و نام مستعار من فلان چیه، باز تاکید کرده که نیازی به اسکرین شات نیست و بدون اسکرین شات. باش اینو دیگه نمیخوام انجام بدم بچه‌ها، ولی کل کاری که میخواد همینه دیگه. وارد کانال تلگرامیش میشی، پستاشو میشماری و بعد اینجا تو قسمت باکس دیگه نیازی نیست حالا تصویر بفرستی، خودش که مثلا اسکرین شات نمیخواد، اینجا متن مینویسی. به عنوان مثال شما چه میدونم 99 تا 100 تا مثلا پست داشتی تو این تاریخ و نام کاربری من هم مثلا هستش @فلانچی. اوکی، خودش تاکید کرده که نام کاربریتون حتما بنویسی. اینو واسهش سند میکنی. حالا من سند نمیکنم چون خب غلط دیگه، درست نیست، تایید نمیشه. اگه بچه‌ها تسکی رو شما استارت بزنید تو این سیستم، حتما یه لیمیت، یه محدودیت زمانی داره و تو اون محدودیت زمانی باید تکمیلش کنی. مثلا اینجا الان 12 ساعت وقت داری که این تسک رو تکمیل بکنی. خودش گفته از ساعت 2 امروز مثلا من استارتش زدم تا 2 شب این باید تکمیل بشه. اگه من تکمیلش نکنم، اگه همینجوری باز بمونه، یه امتیاز منفی به حساب من لحاظ میشه و این اتفاق نباید بیفته. پس اگه تسکی رو باز کردید و نمیتونید انجامش بدید یا اصلا منصرف شدید، کار واسهتون پیش اومد، حتما رو گزینه ریفیوز تاسک کلیک بکنید و منصرف بشید. اینجا رو یس کلیک میکنم، میگه اوکی، اگه خواستید دوباره برگرد و بیا این تاسک رو انجام بده. پس اینجا اگه استارت خورد و نتونستید کار انجام بدید، حتما ریفیوزش کنید. برای این جلسه کفایت میکنه. جلسات بعد رو اختصاص میدیم به حالا مشکلات، موانع، نحوه برداشت، نحوه تبدیل حالا پول به تومان و موارد این چنینی. اوکی، با من همراه باشید. من تو جلسات پیش بهتون یاد دادم که چطور با یه ثبت نام ساده از کارفرمای اینترنتی 2 سنت دریافت کنید. بهتون یاد دادم که چطور با نصب یه بازی یا نرم افزار خاص از گوگل پلی تا 3 سنت دریافت کنید. همچنین در قالب یک آموزش تکمیلی بهتون نحوه انجام وظایف ساده ای مثل دیدن ویدیوهای یوتیوب یا ساب کردن کانال تلگرامی رو آموزش دادم. چنین وظایفی بچه‌ها 1 سنت بیشتر دستمزدشون نیست. مجموع کاری که ما تو جلسات گذشته انجام دادیم این بود که 3 سنت از نصب یک بازی به دست آوردیم، 1 سنت دیگه بابت کانال یوتیوبی که ساب کردیم، 3 سنت دیگه از یه نصب نرم افزار موبایلی و 2 سنت هم از ثبت نام توی وبسایت خاص. اینا مجموعش شد 9 سنت. حالا چطور باید پولی که به دست آوردیم رو برداشت بزنیم؟ با من همراه باشید. خب بهترین راه برای برداشت پول برای ما از ایران یا افغانستان استفاده از کیف پول پیر یا وب مانیه. پیشنهاد من به شما بچه‌ها کیف پول پیره. دلیلش اینه که پیر یه سیستم پرداختی چند ارزی مستقر در گرجستانه که هیچ محدودیتی برای کاربرای ایرانی قائل نیست. شاید ندونید که این کیف پول یه سیستم پرداختی غیر متمرکزه، پس تا جایی که ممکنه تحت کنترل دولت یا نهاد دولتی نیستش. این به نفع ماست، یعنی تحریم ها رو میتونیم دور بزنیم. برای داشتن حساب پیر کافیه تو گوگل سرچ کنید پیر، بعد وارد وبسایت رسمیش بشید، رو گزینه کریت اکانت کلیک کنید. میخوایم یه اکانت جدید بسازیم. در ابتدا ازتون یه آدرس ایمیل میخواد، ایمیلتون رو بنویسید، بعد تاییدش کنید. به محض تایید ایمیل یه کد 5 رقمی بهتون ایمیل میشه که بعد از اون کد برای رفتن به مرحله بعد استفاده کنیم. من وارد ایمیلم میشم و کد رو برمیدارم. خب کد رو به سیستم میدم و تو مرحله بعد به جای گزینه کریت اکانت رو گزینه کانتینیو ویداوت کانفرم کلیک میکنم. تو این مرحله بچه‌ها یه پسورد بهمون میده که 2 بار تکرار شده و یک سکرتی کد و همچنین شماره حسابمون رو. من باید این پسورد و سکرتی کد رو یه جا داشته باشم. بهتره روی ورق بنویسید و جای امن نگرش دارید. اوکی، ممکنه در آینده نیازتون بشه. رو گزینه نکست کلیک کنید. در نهایت هم اسم و فامیلتون ازتون میخواد و کشورتون رو. به محض اینکه بچه ها حساب ساخته میشه، سیستم یک بار دیگه پسورد و سکرتی کد رو در قالب یک فایل دانلودی متنی در اختیارتون قرار میده و ازتون میخواد تا دانلودش کنید و جای امن قرارش بدید.
پس حواستون باشه که به این اطلاعات نیاز دارید، اطلاعات مهمی هستش. تا این مرحله بچه‌ها ما بدون احراز هویت اکانت یا کیف به پولمون رو ساختیم دیگه، هیچ احراز هویتی انجام نشد. مشکل اینجاست که پیر میگه اگه احراز هویت نکنی در روز بیشتر از 1000 دلار نمیتونی اینجا برداشت داشته باشی. اوکی، ما مشکلی نداریم چون اصلا درآمد ما به روزی 1000 دلار نمیرسه، پس نیازی نیست که احراز هویتی انجام بشه. نکته دیگه این که شما برای هر نقل و انتقالی بچه‌ها به شماره حسابت یا شماره اکانتت نیاز داری. این شماره حساب من الان که این بالا نوشته به راحتی میتونم کپیش کنم و نگهش دارم تا هر موقع که نیاز بود ازش استفاده کنم. خب این از ساخت حساب. حالا برگردیم به قوانین سو اسپرینت برای برداشت. وبسایت سو اسپرینت میگه مینیمم برداشت برای کیف پول پیر بچه‌ها 20 سنت و برای کیف پول وب مانی 10 سنت. این یعنی اگه ما بخوایم با پیر برداشت داشته باشیم باید حداقل 20 سنت کار کرده باشیم. در حال حاضر من 9 سنت بیشتر کار نکردم، اما اگه حتی به 20 سنت هم برسم بچه‌ها باز اجازه برداشت نداریم. دلیلش رو باید تو سطوح کاربری وبسایت پیدا کرد. بچه‌ها اگه همین الان رو اکانتتون کلیک کنید بهتون میگه که سطح شما چه سطحیه. مثلا سطح من در حال حاضر کارآموزه، نوشته اینجا اینترن یعنی کارآموز. من با 4 تا تسک تقریبا 16% این سطح رو پر کردم، کافیه به 100% برسیم. وقتی به 100% برسیم این سطح تموم میشه و میریم سطح بعدی. سیستم بچه ها 10 تا سطح داره، از کارآموز شروع میشه، بعد میشید کارگر، بعد متخصص، بعد سرکارگر و همینطور الی آخر تا آخرین سطحش که اسمش از اولیگارش. حالا شما هر سطح که بالاتر بری واضحه که مزایا و امکانات بیشتری نصیبت میشه دیگه. مثلا تو سطح کارآموزی که الان من داخلش هستم شما فقط روزانه 1 دلار میتونی برداشت بزنی، اما سطح متخصص یا اسپیشالیست در روز 5 دلار. اوکی، 5 برابر سطح برداشتش بیشتره. چطور میشه که سطحمون ارتقا پیدا کنه؟ گفتم با انجام تسک های مختلف دیگه. هر چهار شما تسک بیشتری انجام بدین درصد بیشتر پر میشه و سطحش سریعتر بالاتر میره. حالا سطح چه ربطی به برداشت داره؟ یعنی ما با همین سطح کارآموز نمیتونیم برداشت بزنیم؟ ببینید متاسفانه چون ما قصد داریم از پیر برای برداشت استفاده کنیم پس حتما باید به سطح متخصص برسیم تا این امکان برامون باز بشه. شما اگه همین الان از تو اکانتت وارد منوی جزئیات پرداخت بشی این پیغام مهم رو مشاهده میکنی. اینجا نوشته برای برداشت از طریق پیر حتما باید سطح کاربرید اسپیشالیست یا بالاتر باشه. چون من اسپیشالیست یا متخصص نیستم بچه ها حتی اجازه اضافه کردن حساب پیر رو هم بهم نمیده. بیاید با یه اکانت دیگه که به این سطح رسیده برداشت رو بهتون نشون بدم چون چیز پیچیده ای نیستش. بعد نیست با موبایل هم بریم مراحل رو، چون میدونم اکثر شما حالا دیوایستون موبایله. ببینید بچه‌ها این اکانت الان به سطح اسپیشالیست رسیده، در حال حاضر 5 دلار و 53 سنت هم پول داره. شما وقتی تو اولین تلاشت به 5 دلار میرسی اتومات به سطح اسپیشالیست هم رسیدی، مثل این اکانت که الان تازه پر کرده این سطح و اینقدر تسک انجام میدی که درصدت پر میشه. حالا بریم این پول رو برداشت بزنیم دیگه. اوکی، روی مای بالانس کلیک میکنیم. ببینید با اینکه ما 5 دلار و 50 سنت پول داریم اما اگه خاطرتون باشه حداقل برداشت روزانه برای سطح متخصص 5 دلار بود، پس ما امروز 5 دلارش رو بیشتر نمیتونیم برداشت بزنیم، ما باقیش باید بمونه برای روزهای بعد. شما من بعد 20 سنت رو هم حتی بچه‌ها میتونی برداشت بزنی، مشکلی نداره چون هم سطحت رو پر کرد یعنی سطحت متخصص شده و هم حداقل برداشت تو پر 20 سنت بود دیگه، پس من بعد 20 سنت رو هم میشه برداشت زد. خب الان اگه روی پیمنت دیتیلز کلیک کنیم میبینید که دیگه پیغام قبل رو بهمون نمیده، میگه بیا کیف پولت رو اضافه کن. قبلا میگفت اصلا سطحت نمیخوره. الان لیستی از کیف پولهای مختلف رو واسم ظاهر میکنه. بچه‌ها ما قصد داریم از کیف پول پیر استفاده کنیم. کیف پول پیر رو انتخاب میکنم. تنها چیزی که از ازمون میخواد بچه‌ها شماره حسابمونه یا شماره اکانتمونه، همون شماره‌ای که گفتم برای نقل و انتقالات باید ازش استفاده کنیم و کپیش کرده بودیم. پیر بچه‌ها حتی نرم افزار موبایلی هم داره واسه کسایی که حالا با موبایل میخوان کار کنن. اگه وارد نرم افزار بشید باز شماره حسابتون رو همین بالا به راحتی میتونید مشاهده کنید، میتونید روی ورق بنویسید یا کپیش کنید و ازش استفاده کنید. مجدد برمیگردم به سو اسپرینت و شماره ولت رو یا شماره حساب رو اینجا مینویسم بچه‌ها. این شکلی کیف پولمون رو به سیستم معرفی میکنیم، میگیم من بعد پول رو بریز به این کیف پول. خب انگار کیف پول رو اضافه کردیم، یه پیغام جدید هم ظاهر شده که بذارید ترجمهش کنم. میگه ایمیلت رو چک کن. اوکی، ایمیل رو چک میکنیم، ایمیلی که موقع ثبت نام سو اسپرینت داده بودیم.
ببینید تو ایمیل بچه‌ها، ایمیلی که از طریق سو اسپرینت اومده شماره حسابمون رو نوشته و گزینه کانفرم رو داره که میگه تایید بکن، اگه این شماره حساب مال توئه و مشکلی نیستش تاییدش کن تا من بعد پول اینجا بریزم. تاییدش میکنم. اگه کار به درستی انجام شده باشه بچه ها ببینید همچین پیغامی ظاهر میشه که میگه شما کارو به درستی انجام دادی و کیف پول اضافه شد. حالا که کیف پول اضافه شده دیگه کار راحته، هر موقع که شما میخواید برداشت بزنید کافیه روی مای بالانس کلیک کنید، این پایین کیف پول رو میاره، عدد رو بنویسید و روی کیف پول کلیک کنید، همین. و همین سادگی انتقال انجام میشه. الان میگه که 25 سنت کمیسیون توه و 4 دلار و 75 سنت رو من میزنم به حسابت. اوکی، رو کانتینیو کلیک میکنم و تمام. تقریبا بچه ها در لحظه پول به حساب پیرتون میشینه، مثل همین الان که 4 دلار و 75 سنت به حساب پیرم نشست. برای اینکه بخوایم این 4 دلار رو نقد بکنیم، تبدیلش کنیم به ریال، بذاریم جیبمون، باید از صرافی ها کمک بگیریم بچه ها تو مرحله بعد. یعنی پول رو میریزیم به حساب صرافی، از همین حساب پیرمون انتقال میدیم به پیر صرافی و به تومن تحویلش میگیریم دیگه. چیز پیچیده ای نیستش. اما با این وجود چون میدونم که سوال خیلی هست و این دوره برای تازه کار هست داستان، پس جلسه بعد رو اختصاص میدم کاملا به تبدیل پول پیر به تومن. اوکی، چطور پول رو قشنگ بذاریم جیبمون بیاد به حساب بانکی حالا ریالیمون. با من همراه باشید. خب برای برداشت، همونطور که میدونید ما 4 دلار و 75 سنت به حساب پیرمون پول نشست به دلار. من برای برداشت از صرافی مثلا ارزیپیتو دارم استفاده میکنم. اینجا اعراض هویت کردم، حساب دارم، حالا از هر صرافی دیگه هم میتونید استفاده کنید، از این صرافی هم میتونید استفاده کنید. اصلا تبلیغات نیست شده، چون حتما شما اعراض هویت انجام میدید داخل صرافی دیگه. اینجا ما اعراض هویت انجام دادیم، سطح 1مون رو تکمیل کردیم و میتونیم الان برداشتی داشته باشیم. حتی تمامی صرافی‌ها به همین شکله. تو قسمت حالا حساب‌های بانکی هم با حساب بانکی شما وارد شده باشه که اینا به راحتی بتونن به حساب ریالی شما عدد رو واریز کنن دیگه. برای اینکه بخوایم دلارمون رو به این بفروشیم، ببینید وارد قسمت خرید و فروش بشید و بعد تب فروش رو باز کنید. اینجا ارز انتخابیتون دلار پیر باشه که امروز قیمتش مثلا 53,000 تومان. من چقدر دارم تو کیف پولم؟ 4.75 تا. پس 4.75 تا، یعنی 4 دلار و 75 سنت پیر رو میخوام بفروشم به این صرافی. پس تو تب فروش هستم. این رو اگه بخوام ثبت سفارش کنم، ببینید بچا روال به این صورته. وقتی ثبت سفارش میشه این میگه خب 2000 تومان من کارمزد میگیرم، 251 هزار تومان با توجه به دلار امروز این 4.75 تا رو داره واسم حساب میکنه. ثبت رو میزنم، وارد این صفحه میشم بچا که میگه که به این آدرس کیف پول این دلار رو انتقال بده دیگه. من با دلار به صرافی بدم که پول تومنشو بهم بده. این رو کپی میکنم، وارد حسابم میشم داخل پایر و رو گزینه ویترا کلیک میکنم. گرچه اینجا اشتباهی کردیم، این 3 سنت کارمز میگیره و دقیقا نمیشه 4.75 انتقال داد. تو قسمت حالا اکانت شماره حساب رو مینویسم و تو قسمت مبلغ 4.75 رو مینویسم که همونطور که میبینید میگه که اگر 4.75 رو میخوای انتقال بدی باید 4.78 رو داشته باشی. چرا؟ چون 3 سنتش بابت انتقال پایر داره میگیره. پس این عدد رو میکنم 4.72 که با 4.75 دیگه کار تموم بشه. مجدد برمیگردم به ارزیپتو و اینجا یه سفارش جدید ثبت میکنم، چون سفارش قبل من که 4.75 بود. اوکی، حواستون باشه که دقیقاً سفارشی که تنظیم میکنید همون رو واریز کنید که ثبت به راحتی انجام بشه دیگه. مجدد وارد قسمت فروش میشم، ارز رو دلار پایر انتخاب میکنم و بعد مبلغ رو این بار مینویسم 4.72 دیگه. اوکی، که 3 سنتش هم بابت انتقال پایر میگیره. اینو ثبت سفارش میکنم، ثبت و مجدد میگه که خب این عدد رو بزن به این کیف پول. باش، کپی میکنم آدرس کیف پولش رو، اینجا پیست میکنم و 4.72 دیگه. اوکی، دقیقا چیزی که مشخص کرده بودیم که 4.75 هم از واسه من یعنی تموم میشه، 3 سنت هم برای انتقال. سند رو میزنم، میگه که مستر کیت رو به هم بده. مستر کیت چیه؟ موقعی که تو جلسه قبل وقتی ثبت نام کردیم گفتم یه فایل رو دانلود کنید توش اطلاعات حیاتیه، مثل مستر کی که یک پین حالا سه رقمیه حتما باید بزنید تا این انتقال انجام بشه، مثلا مثلا رمز دومه چه میدونم کارت بانکیتون میمونه، میگه که عدد ثابتی. این رو وارد میکنم و در نهایت اوکی. خب انتقال انجام شد، یعنی الان پول از حساب پیر من منتقل شد به حساب صرافی.
الان یه شماره پیگیری بهم داده. صرافی این شماره پیگیری از ما میخواد که بتونه این عدد رو حساب کنه دیگه. شماره رو کپی میکنم، شماره تراکنش رو، و تو قسمت ثبت سفارش صرافی اینجا که در انتظار ارسالم هسته شماره تراکنش رو بهش میدم و بعد تایید. حالا باید منتظر بمونید تا صرافی تایید بکنه و این عدد 249000 تا 250000 تومان بشینه به حساب تازه صرافی من، نه به حساب بانکیم. یه مرحله دیگه هم داریم که از صرافی رو باید منتقلش بکنیم به حساب بانکیمون. یه مقدار منتظر میمونم. خب عزیزای دلم، عدد در حال حاضر نشسته به حساب صرافیم 268 تومنه، چون که 18 تومن از قبل داشتم من. خود کل موجودی شده بود 249 تومن. برای اینکه بخوایم بچه‌ها این رو برداشت بزنیم، رو گزینه برداشت اینجا کلیک میکنید، خودش میگه حداقل برداشت باید 20000 تومن باشه. رو گزینه برداشت کلیک میکنیم، اینجا دیگه همین چیزش مشخصه، چون که حتی حساب بانکی رو هم ما از قبل اینجا وارد کردیم تو سیستم حالا صرافیمون. پس حساب بانکی رو انتخاب میکنیم، عدد رو مینویسیم و بعد ثبت دیگه، تاریخش رو مشخص میکنیم. این به صورت اتومات تو سیکل بعدی پایا پول رو میزنه به حساب بانکی ما به همین راحتی. تمامی صرافی هم همینن اصلا، حتی صرافی خارجی روالش به همین صورته. بالاخره یه سفارش فروشی ثبت میشه، میگه این شماره کیف پولمه، پول رو بزن به این کیف پول، شما اطلاع میدی که من پول رو زدم به کیف پولت، الان ریالش رو بهم بده، الان تومنش رو بهم بده، یا هر واحد پول دیگه. خب دیگه چیز دیگه نمیمونه، کل روال برداشت به تومن به این صورت هستش که بهتون آموزش دادم. بریم قسمت بعد که قسمت مهمی هستش، میخوام راه‌های بیشتری رو بهتون یاد بدم که پول بیشتری بسازید از این بازار با زیر مجموعه گرفتن، که قسمت بسیار مهمی هستش. با من همراه باشید. نمیدونم تا حالا داستان بیل فروش میلیونر رو شنیدید یا نه. میگن تو دوران تب طلای کالیفرنیا تو دهه 1850 موقعی که مردم دنبال طلا پیدا کردن بودن، به اون دوره اصلا میگن دوره تب طلا دیگه، تو دوره‌ای که همه مردم دنبال طلا پیدا کردن بودن، عده‌ای با فروش خدمات به جویندگان طلا ثروت هنگفتی و جیب زدن. یعنی کسی که بچا بیل و کلنگ میفروخت به جوینده طلا، از کسی که دنبال طلا بود خودش جوینده بود پول بیشتری به جیب زد. اصلا از همینجا شد که یه مثل معروفی شکل گرفت که میگه وقتی همه دنبال طلا هستن تو بیل بفروش. این مثال همه جا صدق میکنه. مثلا وقتی هزاران نفر دنبال کسب درآمد از اینستاگرام هستن، کسی ثروتمند میشه که دقیقاً همین رو میخواد آموزش بده، خدمت ارائه میده به کسی که میخواد موفق بشه و از اینستاگرام پول بسازه. حالا این داستان چه ربطی به ویدیو امروز ما داره؟ داستان رو واسهتون بازتر میکنم. تصور کنید شما 1 تا 2 ماه وقت میذاری و با زیر و بم انجام تسک ها تو سئو اسپرینت آشنا میشی. در ابتدا خودت باید یه حرفه‌ای بشی، باید چندین بار برداشت داشته باشی، باید سطحت رو ارتقا بدی. ببینید کسی حرف یک مدرس اینستاگرام رو میخره که خود مدرس حرفه‌ای باشه دیگه، کار رو بلد باشه، وگرنه هر بیل فروشی هم ثروتمند نمیشه بچه‌ها. اگه میخواید از نقشه من جواب بگیرید، حتما باید خودتون در ابتدای کار کشته باشید. حالا که کار کشته شدید میتونید بیل بفروشید. تصور کنید شما یکی از دوستانتون یا شخصی که دنبال پول در آوردن از اینترنت رو خونتون دعوت میکنید و بهش حضوری از 0 تا 100 یاد میدید که چطور با انجام تسک‌های میکرو تسک مثلا روزانه به دلار پول بسازه. شما 0 تا 100 کارو بهش یاد میدی و موقع ثبت نام شخص رو زیر مجموعه یا ریفرال خودت میکنی. در حال حاضر اگه من وارد پروفایلم تو سئو اسپرینت بشم و منوی ریفرال رو انتخاب بکنم، تو قسمت پرومو لینک دعوت من وجود داره بچه‌ها. هیچ فرقی نداره که یک تازه کار خودش مستقیما تو وبسایت ثبت نام بکنه یا با لینک دعوت من. اما اگه با لینک دعوت من ثبت نام انجام بشه، من بعد به ازای هر پولی که در میاره من هم شریک میشم. من تا 10% از درآمد اون شخص رو به عنوان پاداش من بعد دریافت میکنم. هر چقدر که کار کنه سیستم 10% اضافه تر به من به عنوان کمیسیون میده، پاداش میده، چون من معرفیش کردم، چون من کارو بهش یاد دادم. یعنی اگه شخص بچه ها مثلا 5 دلار کار کنه، خلاصتون بکنم، 50 سنت سیستم به شما پاداش میده. اوکی، این شکلیه که اصلا میشه پول خوبی در آورد، راهی غیر این نداره. حالا تصور کنید که شما به جای اینکه به دوستتون به صورت حضوری بخواید آموزش بدید، یه ویدیو تهیه میکنید، یا آموزش 1 ساعته به صورت ویدیویی از نحوه انجام تسکا میگید، از برداشت پول میگید، و این بار به جای دوستتون میرید سراغ غریبه ها،
تو اینترنت پیداشون میکنید و با ارائه آموزش کامل غریبه ها رو دعوت به کار میکنید. این دقیقا کاریه که خیلی ها دارن انجام میدن. یه نمونه واقعی میخوام بهتون نشون بدم بچه‌ها. این آگهی رو ببینید، یک روز پیش تو اصفهان ثبت شد. تو توضیحات آگهی نوشته که کسب درآمد دلاری با گوشی یا لپتاپ، درآمد روزانه حداقل 10 دلاری برای افراد مبتدی بدون نیاز به سرمایه گذاری، دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیک. حتی یه آدرس وبسایت هم گذاشته بچه‌ها. وقتی وارد وبسایتش میشی میگه که من میخوام کاری رو بهت معرفی کنم که نه ترید نه معامله گری و شما بدون سرمایه میتونید پول در بیارید. در واقع این شخص بچه دقیقاً میخواد به شما یاد بده که چطور از میکرو تسک پول بسازید. یا آموزش 70 دقیقه هم آماده کرده و میگه بهتون هم آموزش میدم و هم پشتیبانی میکنم. البته اصلا درست نیست که آموزش رو رایگان در اختیار متقاضی قرار بدید، چون قدرش رو نمیدونه و بعد کار نمیکنه. حتما با عدد کمی مثل 50,000 تومان یا 100,000 تومان آموزش رو به طرف بفروشید. دقیقا کاری که همین بابا داره انجام میده. 130,000 تومان باید پرداخت کنی تا کار رو بهت یاد بده. همونطور که دیدید از طریق دیوار هم داره جذب مخاطب میکنه، یعنی تو دیوار آگهی داده که این شکلی بخواد مشتری پیدا کنه. طرف یه پول اولیه‌ای میگیره و آموزش رو بهتون میده. حتی ثبت نام رو هم معمولا خود این سایت ها برای شما انجام میدن، چون میخوان مطمئن بشن که ریفرال یا زیر مجموعه خودشون شدید. حالا غیر آموزش یا همچین مجموعه هایی خدمت پشتیبانی هم به مشتری فرضی میدن. پشتیبانی چیه؟ تصور کنید که طرف میخواد مثلا یه دلار رو برداشت بزن، یعنی امروز یه دلار کار کرده و حد برداشت هم رسیده، حالا نمیخواد برداشت بزن. اگه خودش بخواد به صورت مستقل این کار رو انجام بده، چون یه دلار کمه، بخواد هر صرافی بره، صرافی فقط مثلا نزدیک 50,000 تومان ازش کارمزد میگیره بابت انتقال پول. حالا چه یه دلار باشه چه 50 دلار باشه، واسه صرافی فرقی نداره، یه عدد ثابتی رو به عنوان کارمزد این خدمت در نظر میگیره. طرف یه دلارش رو شاید خیلی سخت بتونه برداشت بده، یا اگه برداشت بده اصلا چیزی واسش نمیمونه. اما وقتی که شما مثلا 100 تا مشتری داری، 100 تا زیر مجموعه داری، اینا مثلا هر روز یه دلار کار میکنن، این 100 دلاری که جمع میشه که 100 نفر یه دلار کار کردن و وقتی به یه حساب مشخصی انتقال بدی، به یک حساب پیر مشخص، خب واضحه که شما میتونی 100 دلار رو اون موقع نقد بکنی و کارمزد رو به نسبت میاری پایینتر. اون 50,000 تومان دیگه بین 100 نفر تقسیم میشه. این شکلی میتونی قول این رو حتی به مشتری بدی که من عددهای کم رو هم واسط نقد میکنم. چرا این قول رو میدی؟ چون خودت افراد زیادی رو داری و اون پول رو تجمیع میکنی دیگه، خودتون پول رو تبدیل میکنی 50 دلار، 20 دلار، 30 دلار و بعد نقد میکنی که این شکلی کارمزد کمتری بخواید پرداخت کنید. این کاریه که خیلی ها انجام میدن. خیلی ها تو نقد کردن به مشتری کمک میکنن و یکی از خدماتشون اصلا همینه. با این روش بچه‌ها شما هم میتونید زیر مجموعه جمع بکنی، زیر مجموعه هایی که آموزش دیده هستن، میخوان کار کنن، جدی هستن و هم 100,000 تومان هم خب به ازای هر نفر ورودی گرفتی. البته بهتره مثل این بابا دیگه ادعای مثلا روزی 10 دلار رو نکنید. عموماً همه چنین ادعایی میکنن که ما روزی 10 دلار رو تضمین میکنیم، ولی واقعا نمیشه مگر اینکه اون شخص هم خودش زیر مجموعه بگیره. در حالت عادی شما 1 دلار تا نهایت 2 دلار رو به شخص تضمین کن، اونم با چند ساعت کار کردن در روز. میتونید حتی کانال تلگرامی بزنید بچه‌ها و هر روز آموزش یک سری از تسک‌ها رو بذارید داخلش، یعنی به روز باشید. این شکلی کمک میکنید که بیشتر کار کنن و هر چقدر که کامیونیتی شما بیشتر کار کنه، واضحه که شما پول بیشتری در میاری. من افراد زیادی رو میشناسم که با همین روش بچه ها ماهانه تا 200 دلار فقط از سو اسپرینت پول میسازن. حالا اون 100,000 تومانی که به صورت ریالی برای ورودی میگیرن اون بماند. خب عزیزای دل، دیگه فکر نمیکنم چیزی مونده باشه. این بود دوره رایگان و البته کوتاه، در واقع مینی دوره کسب درآمد از سایت های میکرو تسک. امیدوارم به کارتون بیاد، امیدوارم بتونه واسهتون پول بسازه، امیدوارم مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم برای دانلود بیشتر چنین دوره‌هایی به وبسایت رسمی من مراجعه کنید، ramontale.com. همچنین اگه نقد و پیشنهادی در مورد این دوره دارید واسم بنویسید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.